دیوونه، کل روزو با فکر یه بوسه خودتو خوردی، جوابتو گرفتی، آفرین به تو. میام آبجی، میام دیگه. چرا داد میزنی؟ ای بابا گل رو، تو داری گریه میکنی؟ گریه نمیکنم، چرا گریه کنم؟ باشه باشه، با اینم نمیشه حرف زد. بازم شوهرت غیبش زده، با ناراحتی راشو کشید رفت. گلفام هم دیوونه شده، کل خونه رو به هم ریخته. خیلی خوب باشه، الان میام. قد کن. گل رو هم خبر نداشت، اما باهاش حرف زدم، داره میاد. گلفام خانم، پس خواهرت داره میاد؟ انگار نه انگار که این غیب شدن یه جهان تقصیر سرکار خانومه، فقط نقشه یه همسر نگرانو داره. برگرده خونه ببینم چی داره بگه. من حرف دیگه ای ندارم گلفام خانم. من دارم. خواهرت قصد نداره بازی رو تموم کنه؟ داره پا رو از گلیمش درازتر میکنه، میدونی مگه نه؟ البته که میدونی، شما موشای سرای داری. گلفام خانم، هرچی رو تو این خونه میبینین و میشنوین فرداش تو روزنامه ها میخونی. میدونی خواهرت چی کارا داره میکنه؟ شاید به تو هم همونقدر خوش میگذره. اما بذار یه رازی رو بهت بگم. جمع کردن وسایلتون رو شروع کنی. این آخرین شبیه که تو خونم هستی. موشای موزی، حتی داغ همون سرای داریم به دلتون میذارم. باشه رفت. بروک حکیم اغلو رو باش. آره، منظورت از دوستی که از آمریکا اومده بروک بود؟ در خدمت دوستانم. میبینم که زبانت هم خوب شده. خیلی سخت داره زبونمون رو تمرین میکنه. از همسایم یاد گرفت. همسایه؟ آره، امید و من تو یه هتل. داد نزن شوکت، ازدواج کردن دیگه. چه ازدواجی مادر جان، چطور ممکنه؟ این پسر زده به سرش، منو دیوونه میکنه بابا. من از بیمارستان تازه مرخص شدم شوکت، نمیتونم باهات دهن به دهن بذارم. آها راستی، اون زنی که یه شومم شکایتشو پس میگیره، خیالت راحت. وکیل داغا آیدین میگه تو همون جلسه اول تبرئه میشی میره پی کارش. حالا صبر کن، بذار من از این سوراخ در بیام، بعد اون نوتو با همین دستای خودم تیکه تیکه میکنم. نزن شوکت، وقتی برگشتی هیچی مثل قبل نیست. بهت گفته باشم، سر منو دیگه درد نیار. مادر جان چی میخوای بگی؟ منظورت چیه؟ وقتی اومدی میبینی. مادر یه پسر دیگه هم دارم که باید دلشو به دست بیارم. جاهد خانم، قرصاتون آورده. اینا رو ول کن، اینا درمون درد من نیست. بیا بیا بشین پیشم. درمون من خانوادمه، عشق عزیزانمه، زندگی با عزیزانمه. محبوبه، من میخوام که تانه رو چیچکم با ما زندگی کنن. چیچک، من فکر نمیکردم هر سادم با مامان بزرگم رو تو انقدر تأثیر بذاره. برعکس، فکر میکردم آروم بشی، بتونی ببخشیش. این که با چشای خودت ببینی اون تو چه حال و روزی و انقدر پشیمونه، شاید دلتو آروم بکنی. تانر، هر وقت
بهش نگاه میکنم، عصبانیت بابامو، شکستن دلشو میبینم، آخرین حرفایی که به من زد، آخرین حرفایی که وقتی زنده بود به هم گفت یادم میاد. متاسفم تانر، شاید من آدم بدی باشم اما یه ذره هم دلم برای مادر بزرگت نمیسوزه. چیچک ببین، تو باید اینو از سرت بیرون کنی. تو آدم بدی نیستی، فقط دلت شکسته، اونم حق داری. میخوام این خشمم، این نفرتم یه روزی تموم بشه. نمیخوام تا ابد ادامه پیدا کنه. میخوام یه روزی تموم شه تانر. یکم زمان عزیزم، فقط به یکم زمان نیاز داری. میخوام فاصله یه بین خودم و نوم کم بشه، به اون دخترم یه فرصت بدم. این فقط از عهده تو برمیاد محبوبه. اما جاهد خانم، من نمیدونم چی بگم. وقتی شوکت آزاد بشه من ازش طلاق میگی، شما که میدونین. محبوبه، در مورد شوکت تو هرچی بخوای همون میشه، خیالت راحت، من با تمام وجود پشتتم. بخوای جدا میشی، نخوای، به شوهرت که داره توی پشیمونی دست و پا میزنه یه فرصت دیگه میدی و اینطوری با بچه هامونم که به هم رسیدن مثل یه خانواده بزرگ زندگیمونو میکنی. شما چی دارین میگین جاهد خانم؟ شوکت تو پشیمونی دست و پا میزنه؟ نه، حتما دارین اشتباه میکنین. ببینین، من بیخبر از شما رفتم ملاقات شوکت. شوکت ازم متنفره، حتی بیشتر از همیشه ازم نفرت داره. نه نه نه، من کلی پای تلفن با شوکت صحبت کردم، میدونم چقدر پشیمونه، ولی بازم انتخاب با خودته. ولی من میخوام که بهش یه فرصت دیگه بدی. ولی جاهد خانم، محبوبه، به من یه امید میدی، به هم کمک میکنی تو آخرین روزای عمرم بچه نوم و بغلم بگیرم. من جاهد خانم، همین که این روزو دیدم که این حرفای قشنگو ازتون بشنوم، انگار به اندازه یه عمر دعای خیر گرفتم. شما به طرف پسرم دست دراز کردین و ازم میخواین بینتون واسطه بشم. مگه میشه این دستو نگیرم؟ گلفام خانم، ببینین، حتما آقا جهان رفته بیرون قدم بزنه، زود بر میگرده. شما هیچی نخوردین، چیزی آماده کنم براتون؟ وظیفه تو شده که منو دلداری بدی خالده، برو سر کارت، برو به بلایی فکر کن که سرم آوردی. باشه، براتون یه چیزی آماده میکنم. اگه میخوای به من کمک کنی برو تو اتاقت، و تا فردا که از این بلا خلاص بشیم جلوی چشم آفتابی نشو. جهان خبری هست؟ ای بابا خالتی، باز شروع کردی، ولم کن دیگه، ای بابا ولم کن. دخترم اعصابش خرابه. آآ، بالاخره بازم دخترت شد. تیکه تیکت میکنم. ببین، فردا اگه مانع رسیدن جواب آزمایش نشی با دستای خودم میکشمت. یه چیزی بگم، هر کاری از دستت برمیاد بکن. من اجازه دادم شونه منور رو برداره، من گذاشتم، اون از هیچی خبر نداشت. خب باید جلو این وضع بگیری گل رو، جلوشو میگیری. نمیتونم بذارم دنیای دخترم رو سرش خراب بشه. خالتی، هنوزم نمیفهمی نه؟ تموم شد دیگه، هیچ کاری از دستت بر نمیاد. اگه برای ما تموم شده باشه، قسم میخورم برای تو هم تموم میشه. اوف، برو کنار بابا، میخوام برم پیش دخترت. گفتم قسم میخورم. اونور، اونور وایسا، من صدا تو خوب نمیشنوم، خیلی سر و صدایه. نه هنوزم نیست.
من بعدن بهت زنگ میزنم، باشه؟ بله، به لطف تو باز امشب خبر نداریم جهان کجاست گرو. رفتم قبرستون، باشگاه هم گشتم، اطراف کلینیک هم گشتم، نیست. ای وای، یعنی تا این موقع شب من هیچ کدوم از این جاهایی که گفتی و نرفتم، بیکار همینجا نشسته بودم. آره گلفام، الان به جون هم افتادنمون واقعا معنی نداره. اگه ما به هم دیگه بپریم جهان نمیاد. تا نصف شب صبر میکنم، بعدش میرم پیش پلیس. من برم لباسمو عوض کنم، یکم دیگه صبر کنیم، بعد باز با ماشین میرم دوبالش ببینم کجاست. به خاطر فردا این کارو کرده، میدونی مگه نه؟ تو همچین تحت تأثیر قرارش دادی، اونقدر به این دروغ مسخرت قانش کردی که فقط برای این که نمیتونه کلافگی فردا رو تحمل کنه، معلوم نیست کجا رو شکشیده رفته. امشب برای آخرین بار تحملت میکنم گرو. فردا که بازی آخرت رو شد، دیگه از زندگیمون را تو میکشی و میری بیرون. جهانم اینو میدونه، برای همین داره سعی میکنه ازت فاصله بگیره. امشب شب آخره. چی شده آنو؟ انگار میخوای زود جیم شی، چشمت به ساعته. نه زود جیم نمیشم ولی چی شده؟ مشکلی هست؟ چشمت به گوشی همش. جهان رفته بیرون، نمیدونن کجاست. امید، خیلی خوب، مگه جهان بار اولشه که میره بیرون؟ قبلا هم رفته. آره ولی اینجا هیچ کس مهمون نواز نیست. داریم حرف میزنیم، برو زود باش دکتر، کیف کن. شما دوتا اخمو بود. گلفامه؟ نه نمیشناسم. تو حواست به بروک باشه. باشه، من جواب این تماسو بدم و بیام. باشه باشه. زود باشه که دکتر، کیف کن. بله دکتر. دکتر واقعا میگم دنیا داره میچرخه. دکتر دنیا میچرخه، من نه دنیا. ببخشید به جا نیوردم. چیزه؟ خب چیزه، من مریض شما. من مریضتون هم دیگه. من مریض شما، مریضم من. جهان خودتی؟ منم من یکی دیگه است. من واقعی، منم دکتر. جهان نکنه تو مستی؟ من نه، دنیا مسته دکتر. دنیا مسته، جدی میگم دنیا مسته. خیلی خب کجایی؟ وایسا الان میام. نه تو نه، تو نه، من میام. من میام دکتر، من میام. من کج تو کج. اونجا کجاست؟ اونجا کجاست؟ من بیرونم جهان. خب با دوستامم. کیف میکنیم دکتر، کیف میکنیم. امروز با هم کیف میکنیم. باشه تو اونجا وایستا، من الان میام. خب تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو بگو کجایی. به من بگو کجایی. آخه آدرس بگو دیگه، آدرس بگو، من میام پیش دکتر. جهان تو جایی که هستی وایسا، من میام دنبال. ببین دکتر جدی میگم و قطع میکنم، و جدی میگم قطع میکنم، شارژم داره تموم میشه. دکتر آدرس بگو، من میام دیگه، خودم میام پیشت دیگه. باشه الان تاکسی چیز میکنم، سوار میشم، زود میام پیشت دکتر. دنیا داره میچرخه دکتر. Thank you.
واو آمی، خیلی تند رفت. چی؟ بس دیگه، برگرد این دنیا. ببین اونور ما رو کاشت، فرار کرد چون تو خیلی خیلی خسته کننده ای. دکتر بیا، دکتر بیا، من اومدم، من اومدم، به خدا من اومدم، دیدی اومدم، من اومدم. حالت خوبه جهان؟ تو داری چی کار میکنی پسر؟ خیلی کیف کردم دکتر، خیلی کیف کردم دکتر. باشه باشه بیا برسونم اتونه. نه 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 نه، ما هنوز، ما چی کار میکنیم؟ ما چی کار میکردیم دکتر؟ چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم؟ وای کاش صبح نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب جهان. بری بری جهان، بری بری. خیلی خوب دوست منه، مشکلی نیست. کاش صبح نمیشد. اینجا آهنگ دست همه بالا نمیزن؟ هیچی نیست که تو ندونی بروک، اینو از کجا یاد گرفتی؟ تو بدروم با تو. یادت رفت؟ من باور کن اصلا یادم نیست. امید با ببین کیا اینجا، شاه و شاهزاده، شاهزاده. ببخشید ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، شاهزاده زنای زیبا. جهان تو اینجا چی کار میکنی؟ سلامتی؟ یا تو چه خبر؟ سب کن میدونم تو با زن من بودی، شب با این هلو. ایوه ایوه، واقعا کجوام بدونم، امید نکنه زورم با خواهرم بودی. این مست دیگه کیه؟ مست به من گفت، مست به من میگه مست. جهان یه اینجا بشی. مست دکتر به خدا مست نیستم، مگه اومدیم بشینیم دکتر؟ یه بار دیگه بگو تو رو خدا، یه بار دیگه من بگو. بیا این بچه امروز حالش یه جوره دیگه است امید، معلومه اتفاق خاصی افتاده. میرم یه گشتی بزنم ببینم پیداش میکنم یا نه. منو نخندون، میره گشت بزنی، این کارو میکنی فقط برای اینکه کاری کرده باشی. گلفا بهتره سر اینکه کدوممون بیشتر نگرانی مسابقه ندی. من میخوام به پلیس زنگ بزنم. این که فایده ای نداره، یه مرد بالغ چند ساعت خبری ازش نیست، پلیس چی کار میخواد بکنه؟ باشه باشه، خیلی خوب، منم میخوام باهات بیام چون نمیتونم بیشتر از این دست و پا بسته اینجا بشینم. خیلی خوب پس بریم. تو طرف قبرستون رو بگرد، کافه مافام یادت نره. ببین کنار دریا مهمه، میدونی که همیشه میره اونجا. میدونم گرو، دورو بر باشگاه به عهده تو، منم میرم قبرستون. باشه، اطراف این خونه هم من میگردم، تو بی خودی اینجا وقت تو تلف نکن. باشه، ببین وقتی پیداش کردی حتی یه ثانیه هم صبر نمی کنی به من زنگ میزنی. امشب آخرین شب پر استرس دخترمه. این بچه فراری تمام عیاره. چی گفتی؟ به من گفت فراری؟ دیرین درسته.
نه من کم آورد دیگه نا نداشت. ول کن دیگه اینطوری نمیشه، اینطوری که نمیشه. آره دستان همه بالا، همه دستاتون رو ببرید بالا. همه چیکار کردیم؟ اسم این چی بود؟ جان ویسکی بود. برم کن برم کن برم کن برم کن دیگه. جهان بسته دیگه، بسته، خواهش میکنم بسته دیگه. بیا بریم، بیا جهان، جهان بلند شو. برم کن برم کن، من کمک تو احتیاجی ندارم، کمک تو احتیاجی ندارم. تو نمیتونی به من کمک کنی، تو یه کثافتی، تو کثافتی، تو کثافتی، تو یه کثافتی، کثافتی، تو کثافتی، او کثافته، او کثافته. جهان کثافت، بیا اینجا، بیا بیا اینجا. جهان بس دیگه، آروم باش. تو کثافتی، تو یه آشغالی، کثافتی. جهان آروم باش. تو کثافتی، کثافت، تو کثافتی. آروم باش. بلکن او کثافته، او یک آشغال کثافته، کثافته. آروم باش. او کثافته، همه تو گوش کنید، او کثافته، یه کثیفه، او کثافته. بلم کن، چیزی نیست، بلم کن. بیا بیا بیا. بسته دیگه جهان، کثافت، آروم باش. بلم کن جهان، بلم کن. چی کنم داری؟ میدونم بازنم چی کار کردی. ازت متنفرم، متنفرم، ازت متنفرم، متنفرم ازت. جهان به چه حالی افتاده؟ جهان تو رو از دستم خلاص میکنم، نگرانم باش. اونو رو بگیرش، بیا باشو جلش جهان. باشو بگیرش، اونو برو تو، برو تو کتش. آمین تو با این بچه چی کار کرد؟ چی شد؟ کجا این؟ پیداش کردی؟ نه پیداش نکردم، برمیگردم خونه. شوخیت گرفته گورو؟ گفتیم وقتی پیداش کنیم زنگ میزنیم. خنگ خدا، خودت خنگ خدایی گلفام. گفتم شاید نگران باشی، برای همین زنگ زدم. از روی انسانیت، به انسانیت تو خیلی نیاز داشتم. خیلی خوب بابا، منم دارم برمیگردم. احمق بیشور، احمق بیشور. اگه فقط به خاطر کارای تو حال برادرم بد شده باشه، اگه یه بار دیگه بخوای منو محکوم کنی گلفام، به خدا. من امروز خیلی کیف کردم، امروز خیلی خوب بود جهان. بهترین روزم بود، بهترین روزم بود. تو جهان تو چی کار کردی؟ تو مشروب خوردی؟ مشروب خوردی؟ دکتر، دکتر ببین چطوری حرف هم دیگر تکرار میکنن، چطوری حرف هم دیگر تکرار میکنن. اینا نیمه گم شده همن، بزی میگم جهان. دکتر، دکتر ببین، ببین این زنمه،
اینم خواهرمه. فرشته‌های منه. واسه من کمکتون کنم. جهان بیا ما بریم بالا. دستشو بده. نه دکتر نه کمک نه. باشه جهان. کمک نه. جهان جون باشه باشه. آروم. حواسم جمعه. خودم میرم. شما نمیخواد نگران من باشید. جهان بریم بالا. خوبم خوبه خوب. خوبه. ما میبریم. خوبه. باشه پس من رفتم. باشه یه لحظه مواظب باش. مراقب باشی. جهان آروم. بهتر جهان عزیزم جهان یه شب دیگه هم نفس بکش فردا دست دخترم رو میگیرم حمایتش میکنم پیشش میمونم فردا شب از شرط خلاص میشم من امرو با کی بودم؟ با کی بودم؟ نمیدونم جهان با یه آدم درست حسابی بودم آدم درست حسابی کیه؟ اون آدم درست حسابی کیه؟ 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 آدم درست حسابی قصه ما کیه؟ عشق شما دوتا کیه؟ تو امشب با امید مشروب خوردی؟ برو تو جهان برو بعدن حرف میزنیم نه 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 با امید نه امید نه فقط با امید نه فقط امید نه امید پیش امید یکی دیگه هم بود یکی دیگه هم بود از خنده نمیتونم بگم کی پیشش بود اما یکی دیگه هم بود جهان امشب دیگه کی پیش امید بود بگو دیگه چرا دارم داد میزنی؟ چرا داد میزنی؟ پیش امید دوست دختر جدیدش بود دوست دختر جدیدش بود امید دوست دخترش امید امید و دوست دختر امید و دوست دخترش جام پله هست ما باید امید خان و دوست دخترش نای جهان یا بگی بخواب امید خیلی خوب امید خان و دوست دختر جدیدش بلم کن دیگه بابوی اون امید دوست دختر جدیدش امید دوست دختر جدیدش حدس بزن امید همونطور که صبح تو رو بوس کرد اون دخترم بوس کرده حدس بزن بله کلثوم صبح بخیر گلفام خانم چند دقیقه قبل همه خبرنگارا زمان و آدرس جایی که میخواین براشون صحبت کنین و خبر دادیم خوبه
پس اونجا میبینمت. امروز روز بزرگیه گلفام. امروز روزیه که از شر اون شیطون خلاص میشی. برو خودتو جمع جور کن. خدایا به دخترم قدرت تحمل این روزو بده. همینطور به من. به منم قدرت تموم کردن این کابوسو بده. با یه بوسه خوردت کردم. آی تو رو خدا ول کن مسعود، قربونت برم. میگم جهان بود، شنیدم با گوشای خودم شنیدم. ای بابا صدا از بیرون بوده، از کجا در میاری که جهان بود؟ آره از بیرون بوده. مسعوده خجالت نمیکشه بعد این همه سال بهم میگی دروغگو؟ مگه همین دیشب وقتی صدای جهان شنیدی اینطوری سیخ رو تخت ننشستی گفتی ای وای جهان اومده؟ خریم کوریم کریم چی داری میگی؟ خیلی خوب باشه، فرض کنیم جهان بود، مگه نمیشه؟ مگه امکان نداره این بچه یه شب بخواد کیف کنه؟ نمیتونه مشروب بخوره؟ ها از اون لحاظ این یه شب کیف کرده، دلش خواسته خورده، اینجا اومده دلش خواسته داد و هوا رو انداخته. مسعود تو رو خدا ول کن، اگه اون بچه از رو دردش نخورده باشه، از درد اینجا داد و بیداد نکرده باشه، اسممو عوض میکنم دیگه. هم بهم نگین جانر. باشه پس میگیم قزنفر. قزنفر؟ مسعود چیکار میکنی؟ ای بابا مگه سر ازدواج نگفتم حق نداری اینو بهم بگی؟ قزنفر مزنفر نداری؟ مگه اسم دومت قزنفر نیست؟ ها مگه اسم دومت قزنفر نیست؟ حتی تو شناسنامت هم نوشته. قزنفر میگه قزنفر کلمون میره تو همو. چه قزنفری؟ مگه من تیپ قزنفری دارم؟ تو رو خدا این نگاه بنداز، نگاه کن حال از این وقت من به قزنفر شبیه هم. من جانرم عزیزم، جانر سر تا پای من جانره. قزنفر من پدر بزرگم رو هیچ وقت دوست نداشتم. آی والا کلافه شدم، به خدا کلافه شدم تا میتونم داد میزنم قزنفرا. بابا چه قزنفری؟ قزنفر قزنفر نکن دیگه، رو اعصابم را نرو. ای بابا اون دیگه چیه؟ اونجا چی کار میکنه؟ آه مسعود تو به جای سرکله زدن با من یه نگاه به حال روز خواهرت بنداز. نگاه نگاه کفششم در آورد. بفرما ببین داره با چمنه چی کار میکنه. خیلی خوب دیگه عزیزم، ولش کن تو برو، منم یه سر به این دختره بزنم. پیشت مسعود ببین چی میگم، یه ماشرت کن بیاد. ای برو ببینم. اول میگی قزنفر قزنفر، حالا میگی برو پدرتو در میارم. حالا ببین وراج. گل رو ها دختر، این چه وضعیه؟ حالت خوبه؟ من امیدو بوسیدم، اونم از لباش. جهانم ما رو دید، دیشبم اونو رو جهان امید و دوست دختر جدید امید با هم مشروب خوردم. تازه من دوست دختر جدیدشم دیدم، دختر امریکایی، خیلی هم زشته. الان جهان خوابه، گلفوم هم یکم دیگه بیدار میشه، با خبرنگارا جلسه داره، میره زندگیشو زیر رو کنه. منم فکر کنم خوبم. تو یک کثافتی، تو کثافتی، تو یک کثافتی، کثافتی، تو کثافتی. میدونم چی کار کردی، میدونم با سرم چی کار کرده. Hey, where are you?
ماشین تو که دیدم تعجب کردم، معمولا این موقع نمی اومدی. شب که زود تموم شد، صبحم زود شروع کردم. پس شب زود تموم شد، تعجب کردم. بروک شباهتی به کسی که زود بخوابه نداشت. انگار جهان حالتو گرفته. اومدی ازم حرف بکشی؟ باید بکشم. امید، وقتی بهت نگاه میکنم میبینم که در مورد جهان عذاب وجدان داری. آنور، دکتریت واسه جهانه نه من. حالا که اینقدر کلافه ای معلومه، یه چیزایی هست که ناراحتت میکنه. چه بکنه چه نکنه اصلا به تو مربوط نیست آنور. حالا مگه اجازه بدی؟ یه جلسه هست که برای من خیلی مهمه، فکر کنم تو هم مشتاقانه منتظرشی. تو میخوای منو دیوونه کنی آره؟ بدتر از اون، تو خودت هم انگار دیوونه شدی. هی گفتی عشق، جنگ، عشق، جنگ، تا آخرش دیوونه شدی. من دیوونه شدم نه؟ من دیوونه شدم اگه نه؟ اگه دیوونه نبودم که درد من الان باید ناراحتی جهان و نجات دادن زندگی می بود. بله، اگه عقلت سر جاش بود فکرت پیش اینا می بود. اما درد تو یه چیز دیگه است. درد من یه چیز دیگه است. درد من الان اینه که امید با اون زنی که چی کار کرده. وای خدای من، به خدا دارم دیوونه میشم. والا میخوابونمت همینجا، تا میخوری میزنم، تا فهمیدی؟ فایده ای نداره. من هر وقت تنها میشم خودمو میزنم. هر لحظه که به امید فکر میکنم، هر لحظه که به خاطر امید گریه میکنم خودمو میزنم. آدم خودشو میزنه میزنه میزنه، من بعد از زدن خسته میشه و میگه به حد کافی زده، بعد خودشو میبخشه. من که خودمو نمیبخشم، یه اشتباهو باز تکرار میکنم. خلاصه زدن هیچ فایده ای نداره. آخه من بهت چی بگم؟ به خدا دیگه داری سکتم میدی گل رو. چه خبره؟ استغفرالله، اینا باش. این زده به سرش، استغفرالله. توبه، چرا این دیوونه ها میخندی؟ دختر چرا این دیوونه ها میخندی؟ به گلفام میخندم. هر دمون داریم به یه چیز فکر میکنیم، عجیبه. همونطور که من الان به شوهرم فکر نمی کنم، اونم جلسه براش مهم نیست. هر دومونم یه درد داریم. هر دوتون یه درد ندارین گل رو، درد اون شوهرشه. فرق بینتون اینه. بذار من بهت بگم فرق بینمون چیه. من مجبورم بی صدا درد بکشم، ولی اون حق داره با داد و هوار درد بکشه. از درد عشق رو زمین قرض زدن فقط به تو میاد. نه به من. بیا تو. صبح خیر گلفام خانم. میگم یه چیزی بخوری. قهوه کافیه خالده. بهتره یه چیزی بخورین، امروز لازمتون میشه. اون وقت چرا؟ آها، نکنه تو فکر کردی من به خاطر این جلسه مسخره نگرانم. یعنی آره. خب ساعت چند میریم؟ یعنی چی که میریم؟ آه عزیزم، سر و وضعت هم که مرتب کردی. نکنه فکر کردی میتونی با من به این جلسه بیای. خالده تو یه چیزیت میشه ها. من نباید بیام؟
چرا باید بیای؟ واقعا تو یه چیزی تست. نکنه تو هم میخوای واسه خبرنگارا حرف بزنی. ولی من فکر میکردم که... ببین خالده، اگه بیشتر بخوای کشش بدی، من کم کم فکر میکنم از این قضیه خوشت اومده و نتیجه این برای تو اصلا خوب نمیشه. خالده، این جلسه به خاطر توهینیه که به شخص من شده. تو این جریان فقط یه اسمی، همین. من الان میرم اونجا، واقعیت رو تو چشم آدم ها فرو میکنم و برمیگردم همینجا، همین. برای همین خواهش میکنم این سینی رو بردار، از اتاقم برو بیرون و برام قهوه بیار. واقعا جالبه. زنی که رو باش، تو این سن و سال دنبال شهرت میگرده.